الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانه عزيز و ارجمند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودم، یکی از علامتهای انسانهای مخلص و علامت اخلاصی را که در قلب دارند خدمت شما عزیزان عرض کردم. امروز هم می‌پردازیم به یکی دیگر از علامتهای اخلاص و علامتهای انسانهای مخلص و خالص. یکی دیگر از علامتهای انسانهایی که قلبشون پاک هست و در دلشون اخلاص و لیلهیت دارن، یگانگی و یک رنگ بودن ظاهر و باطنشون هست. یعنی اعمالی را که در ظاهر انجام میدهند دقیقاً با آن نیتی که در قلب دارند، با اخلاص و لیلهیتی که در دل دارند هماهنگ هست و یکسو هست. تعظیمی را که در ظاهر اعمال آنها میبینیم، خشوع و خضوعی را که در ظاهر آنها ما حس میکنیم و این فروتنی را که در ظاهر دارند، دقیقاً همین را در باطن خودشون هم دارند. یعنی قلبشون با بیرونشون یکسان هست. اساساً این که ظاهر و باطن انسان متفاوت باشد، گفتار و کردار انسان یک چیزی را بگوید اما در قلبش چیزی دیگر باشد، این یکی از علامتهای نفاق و منافقان هست که الله متعال درباره آنها می فرماید که یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، یا یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، در سوره فتح. منافقان و کسانی که دو رنگ و دو چهره هستند، با زبان خودشون، با دهان خودشون حرفی رو میزنند، یعنی عمل کردی دارند، گفتاری دارند که مخالف هست با آنچه در دل دارند. در دل میبینید که با مسلمانان کینه دارند، بغض و عداوت دارند، اما تظاهر به دوستی میکنند. در قلب خودشان کفر دارند، شرک دارند، محبت باطل دارند، اما تظاهر به ایمان و خیرخواهی میکنند. این اساساً علامت انسانهای منافق هست. اما انسانهای مخلص و خالص برعکس آنها هستند. یعنی ظاهر و باطنشان یکی هست، دو رو و دو چهره نیستند. باطنشان با ظاهرشان تفاوتی ندارد و بلکه برعکس، حتی انسانهای مخلص باطنشان و قلبشون بسیار پاکتر و شفافتر از اعمالشون هست. شاید در عمل خودشون دچار اشتباهی بشوند در ظاهر، اما این بندگان الله نیت خالصی داشتند، فقط شاید در رفتارشون اشکالی به وجود آمده، تعبیرشون اشتباه بوده، اما در دل هدف و نیت خیری رو داشتند. قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر باطن انسان با ظاهرش یکی باشد، این عدالت هست، مساوات هست، یک رنگی هست، و اگر باطن انسان از ظاهرش برتر و بالاتر باشد، شفافتر باشد، درستر و راستر باشد، این یک نوع فضیلت هست، یک درجه بالاتر از اخلاص هست. و اگر ظاهر انسان از باطن انسان بهتر باشد، یعنی باطن خراب اما ظاهر زیبا جلوه می کند، نیت خراب و باطل اما در ظاهر اعمال خیری را انسان انجام بدهد، این در واقع ستم به خود هست و یک نابرابری و بیعدالتی هست. انسان مسلمان
همیشه باید سعی بکند که ظاهر و باطنش یکی باشد و در ملأ عام و در خلوت یک گونه از الله متعال بترسد. تقوای الهی را همان گونه که در ظاهر و در ملأ عام و در جمع مردم مراعات می کند، از بیم مردم و در جلوی مردم شاید کاری را انجام نمی دهد، در هنگام خلوت هم باید از الله متعال بترسد، همان گونه که در ظاهر از الله متعال می ترسد. در ملأ عام جرأت نمی کند کاری را انجام بدهد. باید در باطن هم این گونه باشد که جرأت نکند که در محضر الله متعال کاری را انجام بدهد. یک حدیث بسیار پرمحتوایی و در عین حال بسیار سنگینی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان می‌فرمایند که من اقوامی را می‌شناسم، افراد و مردمانی را می‌شناسند، لأعلمن اقواما من امتی، من افرادی از امت خودم را می‌شناسم و می‌دانم اونها را که چنین گروهی هستند. یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تهامة، در روز قیامت نیکی هایی دارند و با اعمال صالحی میاند به اندازه کوههای تهامه، بیضاء، اعمال بسیار یعنی درستی رو دارند، روشن، سفید. اما الله متعال همه اینها رو هباء منثورا میکند، این هیچ کدام از آنها را الله متعال نمیپذیرد. یک انسان با کوههایی از خیر، با کوههایی از نیکی و احسان بیاید، در دنیا زحمت کشیده، به اندازه کوههای زیادی اعمال خیر برای خودش جمع کرده، اما در روز قیامت الله متعال به اینها هیچ گونه وقعی ننهد و هیچ گونه ارزشی برای اونها قائل نشود، خیلی سنگین هست. ثوبان رضی الله تعالی عنه میگوید که به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد سفهم لنا یا رسول الله الا نكون منهم ونحن لا نعلم، یا رسول الله اینها رو برای ما معرفی بکن، این انسان ها چه کسانی هستند تا خدای ناکرده باشیم که نیکی های زیادی رو انجام دادیم و در روز قیامت هیچ چیزی دست ما رو نگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اما انکم اخوانکم من جلدتکم، این افرادی که من در و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دارن در این نقطه هست که اذا خلو بمحارم الله انتهکوها، اذا خلو بمحارم الله انتهکوها، اما وقتی که در خلوت می روند حرمت شکنی می کنند. در خلوت به محارم الهی، به محرمات الهی، به منهیات الهی دیگه اهمیتی قائل نیستند، در جلوی مردم جرأت نمی کنند که این کارها را انجام بدهند، اما در خلوت می بینیم که طبعشون و سرشتشون عوض می شود، نه اینکه عوض بشود، بلکه همان سرشته که از مردم اونو پنهان کردند، طبعی رو که از مردم پنهان کردند، در گمان می کنی که الله متعال تو را می بیند و با این حال گناه انجام می دهی. زمانی که در خلوت و پشت درهای بسته گناهی را انجام می دهی و در خلوت هستی، اگر گمانت این هست که الله تو را می بیند و باز همین گناه را و این کار خلاف را انجام می دهید، لقد اجترأت علی امر عظیم، کار بسیار سنگینی را و گناه بسیار بزرگی را انجام دادی، اقدام به یک کار بسیار
عظیم و بزرگی کردی. اما اگر در خلوت وقتی که گناه میکنی فکر میکنی که الله تو رو نمیبیند، چون که عملا تو در جلوی مردم انسان پرهیزگاری هستی، انسان متقی هستی، ظاهر الصلاحی هستی و مردم گمان میکنند که تو تقوا و پرهیزگاری داری، از الله متعال میترسی، خب این ظاهر تو هست که این رو نشان میدهد. اگر زمانی که در خلوت رفتی و مرتکب گناه شدی گمانت این است که الله متعال تو را نمیبیند، فقط کفرت، مرتکب کفر شدی. زیرا که همان گونه که الله متعال تو را در جلوت میبیند، در بیرون و در ملأ عام میبیند، در خلوت هم الله متعال تو را میبیند. و هر چند که انسان سعی بکند که همان گونه که خودش را در ظاهر کنترل میکند، در ملأ عام کنترل میکند، اگر در باطن هم سعی بکند، در خلوت سعی بکند که خودش را کنترل بکند، به همان میزان ظاهر و باطنش یک رنگتر می شود، یگانه و مساوی می شود و نشانه اخلاص و خود اخلاص در درون اون تقویت می شود و اخلاصش به الله متعال بیشتر می شود. بدترین انسان، زیانمندترین انسان آن کسی هست که اعمال صالح خودش را به مردم نشان می دهد. قول ابن العربی هست: ابدال الناس صالح اعمالهی. بدترین انسان اون کسی هست که نیکی هایش را در ملأ عام انجام می دهد، در جلوی دید و نگاه مردم انجام می دهد. و بارز بالقبیح من هو اقرب الیه من حبل الورید. اما بدی هایش را در معرض دید الله میگذارد، در خلوت، در جلوی دید مردم گناه انجام نمیدهد، نیکی انجام میدهد، اما در جلوی دید الله متعال گناه انجام میدهد. این انسان در واقع الله را آنگونه که باید و شاید نشناخته. همان گونه که الله متعال در ظاهر تو را میبیند، بیرون از خانه تو را میبیند، در بازار تو را میبیند، در خانه و پشت درهای بسته هم الله متعال تو را میبیند. الله متعال با علم خودش، با قدرت خودش همه جا هست. یعنی هر جا که باشیم ما تحت نظر الله متعال هستیم. الله متعال ما را میبیند و تحت تصرف و قدرت الله متعال هستیم. همان گونه که الله متعال در بیرون بر ما توان دارد، در خلوت هم بر ما توان دارد و ما را میبیند. همان گونه که الله متعال بیرون از خانه و در خیابان و در کوچه و در انظار مردم الله متعال سمیع و بصیر و علیم هست، وقتی که ما در خانه هستیم و تنها، در اونجا هم الله سمیع و بصیر و علیم هست، ما را میبیند، کارهای ما را مشاهده میکند، گفتار ما را میشنود، حرکات و سکنات ما را تحت نظر دارد، فرشتگانش اعمال ما را می نویسند، همان گونه که در ملأ عام می نویسند. ما در میان سلف صالح نمونه های زیادی را داریم که ظاهرشون با باطنشون واقعا یکی بوده. یعنی همان گونه که ظاهر خودشون را کنترل کردند و مراقب و مواظب بودند، باطن خودشون رو هم بسیار مراقبت می کردند و همیشه مواظب بودند. در مورد حسن بصری، یکی از همسایگانش و یکی از نزدیکانش به نام خالد ابن صفوان، زمانی که از ایشون درباره حسن بصری سوال شد که چگونه هست حسن بصری از دیدگاه تو، ایشون گفت که حسن بصری رو من بهتر از همه شما می شناسم، زیرا که همسایه من هست، من دقیقا از تمام احوالش خبر دارم، چه وقتی از خونه بیرون می رود، چه وقتی داخل خانه هست، داخل خانه چه کار می کند، بیرون چه کار می کند، باش رفت و آمد دارم، رفت و آمد خانوادگی دارم، بیرون از خانه با اون همراه هستم و دقیقا اون را می شناسم. گفتن خب برای ما معرفیش بکن، حسن بصری از دیدگاه تو چگونه انسانی هست. ایشون گفت که
أشبه الناس سريرة بعلانية. إيشان نزدیکترین انسان که سریره اش با علانیش یکی هست ایشون هستند، یعنی اینکه باطنشون با ظاهرشون بسیار نزدیک هست و تفاوتی رو نمیتوانی احساس بکنی در ظاهر و باطنش. همان اخلاصی را، همان خشوعی را، همان خضوعی را، همان مراقبت و مواظبتی را که در ظاهر اعمالش میبینی، قلبش هم این گونه پاک هست. همان گونه که از اعمال ظاهری شما اخلاص را احساس میکنید، در قلبش هم این گونه هست. و اشبهه قولا بفعل، گفتارش با کردارش بسیار نزدیک هست و شبیه هم هست، یعنی تضادی در میان گفتار و کردارش وجود ندارد. حرفی رو که میزند خودش بر آن عمل میکند. این قعد على امر قام به و این قام به على امر قعد علی، یعنی همیشه در یک حالت هست، استوار هست، درنگ نیست و متلون نیست، از یک رو به روی دیگر نمیشود، همیشه استوار و مستقیم هست. و این امر به امر کان اعمل الناس بهی، اگر مردم را دستور میداد که کاری را انجام بدهند، موعظه ای میکرد و پندی میداد، کان اعمل الناس بهی، خودش بیشتر از همه عمل میکرد، خودش بیشتر از همه عمل میکرد. و این نها عنهم و این نها عن شئین، و اگر نهی میکرد مردم را از یک کاری که این کار گناه هست، این کار را انجام ندهید، کان اترک الناس له، بیشتر از همه مردم اون کار را ترک میکرد. یعنی گفتارش با کردارش دقیقا مساوی بود. این گونه نبود که مردم بتوانند از اون خورده بگیرند، ایراد بگیرند که تو حرف دیگر میزنی، گفتار چیزی دیگر است و کردار چیزی دیگر. متاسفانه بلایی که امروزه دامنگیر بسیاری از دعوتگران و انسانهای ظاهر الصلاح است، گفتارشون با کردارشون متفاوت است. اما حسن بصری رحمت الله علیه که نمونه یک انسان مخلص و پاک دل بود، این گونه نبودن. میگوید رأیته مستغنیا عن الناس و رأیت الناس محتاجین الیه، من ایشون رو دیدم که از تمام مردم مستغنی هست، به هیچ کس نیاز نداشت، هیچگاه در ملأ مردم، در نگاه مردم، در جلوی مردم اظهار نیاز نمی کرد. بسیار انسان بزرگواری بود و عزت نفس داشت، به هیچ کسی در امور دنیا اظهار نیاز و حاجت نمی کرد. اما تمام مردم به اون نیازمند بودن، او به کسی نیازمند نبود از میان مردم، یعنی به مال و منال مردم چشم ندوخته بود که به اونها نیازی داشته باشه، اما تمام مردم در امور دینیشون به اون در واقع نیازمند بودند. انسان مسلمان، انسانی که پاک دل هست، میخواهد قلبش پاک بشود، میخواهد که اخلاص و للهیت را در قلب خودش پرورش بدهد، تا این که انسان مخلصی و خالصی برای الله متعال باشد، باید این گونه باشد. ظاهرش با باطنش یکی باشد، گفتارش با کردارش یکی باشد. اگر قرار هست امر به معروف بکند، خودش جلوتر از دیگران این معروف و کار خیر را انجام بدهد. اگر نهی از منکر می کند، خودش پیش از دیگران و بیشتر از دیگران باید از این منکرات دست بکشد. نیازمند مردم نباشد. اگر کسی اظهار نیاز کرد به مردم و چشمش به دست مردم بود، این انسان و این عالم نمیتواند حق را بگوید، نمیتواند در دعوت خودش مستغنی باشد و موفق باشد. اگر انسان این گونه رفتار کرد، نه اینکه مردم از او بی نیاز میشوند، هر چند که یک عالم و یک دعوتگر و یک انسان پاکیزه
این اعمال را و این صفات را داشته باشد، به همان اندازه مردم بیشتر به اون مراجعه می کنند، بیشتر به اون نیازمند خواهند بود، زیرا که انسانهای خالص و مخلص تأثیر دارند در جامعه. نشست و برخاست اونها و گفتار اونها، کردار اونها، وجود اونها در جامعه مایه برکت هست. انسان باید سعی بکند که همان گونه که در ظاهر انسان پایبند هست، باید در باطن هم این گونه باشد. این گونه نباشد که در ظاهر انسان پرهیزگاری هست و در باطن انسان فسادکاری باشد. این گونه نباشد که در ظاهر زاهد هست، نشان می‌دهد که زهد در دنیا دارد، اما در دلش محبت و عشق دنیا نهفته باشد. این گونه نباشد که در گفتارش و در کردارش در ملأ عام احساس می‌کنی که غیرت بر دین دارد، تا کسی کوچکترین حرفی بزند فوراً موضع می‌گیرد، انگار مدافع دین هست، اما وقتی که در خلوت می‌رود خودش به احکام اسلامی هیچ گونه اهمیتی و ارزشی قائل نیست. در ظاهر اظهار شفقت می کند، انسان نودوستی هست، انسان خیرخواهی هست، برای مردم اظهار خیرخواهی می کند، اما دلش پر از کینه و دشمنی با مردم باشد. در ظاهر می گوید که مردم چنین و چنانند، نباید این گونه باشند، یعنی اظهار نارضایتی میکند از وضعیت مردم که گناه زیاد شده، فساد زیاد شده، مردم پایبند دین نیستند، اما در دلش خوشحال هست از این که در جامعه بیبندوباری وجود داشته باشد. فقط انسانهای موفق هستند در زندگی دنیا و در راه دعوت که ظاهر و باطنشون در همه زمینه و در تمامی موارد یکی باشد. متاسفانه بسیاری از انسانها حتی امروزه گناهانی رو انجام میدهند و بهانه میآورند برای گناه انجام دادن. یعنی سبحان الله، کسی که در قلب خودش غل و غشی وجود داشته باشد، هر چند هم که بخواهد تظاهر بکند به خیرخواهی، تظاهر بکند به شفقت برای مردم، تظاهر بکند به دیانت و دینداری، باز هم میبینیم که از گوشه و کنار زبانش و کردارش مشخص میشود که این فرد در دل خودش یک غل و غشی را دارد. به طور مثال در باب غیبت عرض بکنم خدمت شما که غیبت کردن و ذکر عیب دیگران یک گناه کبیره هست که الله متعال اینو تشبیه داده به این که انسان اینقدر وقیح و پست باشد که گوشت برادر مرده اش را هم بخورد. گناه بسیار سنگینی هست. اما بسیاری از مردم و خصوصا انسانهایی که ظاهرا نشان میدند که انسانهای پاکی هستند، ظاهر و صلاحی هستند، انسانهایی که بیباک هستند، بیبند و بار هستند، برای غیبت کردن و بدگویی از دیگران هیچ گونه حد و مرزی قائل نیستند، اهمیت نمیدهند، خودشون هم احساس نمی کنند که غیبت میکنند، تمام جلساتشون فقط حرف از این و آن هست، اهم از زن و مرد. اما متاسفانه حتی انسانهای نیکوکار و ظاهر و صلاح، انسانهایی که ظاهرن انسانهای مخلصی هستند، انسانهای پرهیزگار و عبادتگزاری هستند، اما باز هم میبینیم که نمیتوانند غیبت نکنند. حتما یک راهی، یک بهانه، یک تأویلی، یک توجیهی پیدا میکنند تا اینکه دیگران را به بدی یاد بکنند. این نشان از این دارد که قلب انسان هنوز پاک نیست، در قلب انسان هنوز اخلاص وجود نداره. وقوع و احترام و ارزش احکام الهی در قلب انسان هنوز فرو نرفته و نهادینه نشده.
به این خاطر میبینیم که بهانه های مختلفی میارن تا اینکه یک گناهی رو انجام بدن و گناه خودشان رو توجیه بکنن. مثلا میخوان غیبتی بکنن، میگوید که خب من عادت ندارم که معمولا از کسی اسم ببرم و ذکر بکنم از دیگران و غیبت بکنم، فلانی آدم خیلی خوبی هست، من میشناسم فلانی را، آدم بسیار درستی هست، منتها اما الان دیگه شروع میگه این مشکل رو دارد. خب همین که حتی گفتی که من عادت ندارم دیگران را یاد بکنم و همین که از نیکی های اون فرد هم تعریف کردیم، این که توجیهی نمیشود برای این که بعد از اون بگی اما و لیکن چنین و چنان هست و بدی هایش را برای مردم هم ذکر بکنیم. یا مثلا در یک جمعی نشستیم و صحبت میکنیم و میخواد از یکی غیبت بکنه، میگه شما اسم نبرید، من عادت ندارم از کسی اسم برن، شما اسم نبرید و فلانی هست اما اسمش رو ذکر نکنید، و تظاهر به دعا میکند. خب الله متعال از ما و از اون بگذرد، خدا هم ما رو معاف بکند هم او رو معاف بکند. یعنی در قالب خیرخواهی که برای یک فردی دعا میکند که الله متعال از اون بگذرد و خطاهایش رو معاف بکند، متاسفانه فلان کار رو انجام داده. خب شما با این کارت میخواهی که الله متعال رو فریب بدهی؟ مگر الله متعال نمیداند که تو داری غیبت میکنی؟ مگر خودت هم نمیدانی که ذکر عیب دیگران به هر کیفیتی که باشد این جزء غیبت شمرده میشود؟ با اینکه تو بگویی که الله مرا او رو ببخشد فلانی فلان کار را کرد، آیا این مجوزی برای غیبت کردن هست؟ یا احیانا در قالب تعجب مثلا میخوان از دیگران بدگویی بکنن، من خیلی تعجب کردم فلانی رو دیدم که فلان کار رو انجام میداد. خب تو چه تعجب بکنی؟ در قالب تعجب بگویی یا در قالب دیگری بگویی، این غیبت هست. من خیلی ناراحت شدم، خیلی افسرده شدم و خیلی در فکر فرو رفتم وقتی که دیدم فلانی این کار رو انجام میدهد. خب بازم غیبت هست. یا هنانن میخواند که در قالب امر به معروف و دعوت و انکار منکر مثلا این کار رو انجام بدهد. اگر میخواهی که خیرخواه کسی باشی، میخواهی دعوت بدهی، میخواهی نصیحت بکنی، به خودش بگو، آن هم در خلوت نه در جمع، نه اینکه بخواهی رسوایش بکنی. تو که انسان ظاهر الصلاحی هستی، تو که اخلاص داری، تو که خیرخواه دیگران هستی، تو دلسوز هستی، غمخوار دیگرانی، خب برو در تنهایی اونو نصیحت بکن. نصیحت و خیرخواهی این هست که شما بروید در خلوت و در تنهایی، اگر عیبی هم دارد عیبش را ذکر بکنید که فلانی من این کار ناشایسته را از تو دیدم و به نظرم مناسب شما نیست این کار را انجام بدهید، ثواب هم داری، امر به معروف هست، نهی از منکر هست. اما اینکه در ملأ عام بگویی، این رو نشر بکنی مثلا در فضای مجازی، فیلم بگیری از یک فردی که در حال انجام یک گناهی هست مثلا، یا یک حرفی رو دارد میزند، بدگویی رو میکند، شما فیلم بگیرید اینو پخش بکنی در ملأ عام، این رسوا کردن انسان هست. و در مقابل این الله متعال انسان را مؤاخذه می کند. و اساس مکافات عمل این هست که هر کسی که دیگری را رسوا بکند، الله متعال او را رسوا می کند. هر کسی که بخواهد آبروی کسی دیگر را ببرد، الله متعال هم آبرویش را می برد. خواسته یا ناخواسته در یک موقعیتی قرار می گیرد و در یک مزیتی قرار می گیرد که آبرو و حیثیتش زیر سوال برود. آبروی انسان و حیثیت انسان بسیار سنگین هست. انسان باید همیشه مواظب باشد که نه به آبرو و حیثیت کسی تعرض بکند و نه به جان و مال کسی تعرض بکند و نه این که خودش را در معرض گناه قرار بدهد. قبل از این که شما بخواهید به کسی دیگر حرفی بزنید، فحشی، ناسزایی، دشنامی،
غیبت و بدگویی، بدان که این عمل قبل از این که به اون فرد برسد در قلب خودت یک نقطه سیاهی باقی میگذارد، یک گناهی هست، و هر گناه سبب این می شود که قلب انسان آلوده بشود، و این آلودگی و این تیرگی قلب به اندازه‌ای می رسد و به جای منتهی می شود که مانند کوزه وارونه باشد که بر اون مهر زده شده، هرچی آبم که از بالایش بریزید داخلش نم بر نمی دارد، پر نمی شود. این وصفی هست که در مورد انسانی که دلش مهر زده باشد اومده. پس بنابراین سعی بکنیم که در تمام اعمال خودمون اخلاص داشته باشیم، یک رنگ باشیم، یعنی این که ظاهرمان و باطنمان یک رنگی داشته باشند. اگر در ظاهر انسان نیکوکاری هستیم، انسان مخلصی هستیم، انسان فروتن و انسان خاشع و خاضعی هستیم، سعی بکنیم که در قلب هم این گونه باشیم. اگر در ملأ عام این گونه هستیم، سعی بکنیم که در خلوت هم این گونه باشیم. اگر این کار را انجام دادیم، یکی دیگر از علامتهای اخلاص و علامتهای للهیت را ما در وجود خودمون در واقع ایجاد کردیم، و بر اساس این اخلاص اعمال ما، گفتار ما هم اصلاح می شوند و ارزش اعمال خیر ما هم نزد الله متعال به مراتب بیشتر خواهد شد. امیدوارم که الله متعال به همه من و شما توفیق یک رنگی و اصلاح ظاهر و باطن را بدهد و تمامی اعمال من و شما را الله متعال به بارگاه خودش بپذیرد و در دنیا و آخرت من و شما را مشمول نعمتهای خودش قرار بدهد و در دنیا و آخرت انشاءالله رستگار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.